توی این ویدیو میخوام نشونتون بدم چجوری رنگ هر چیزی رو توی فتوشاپ عوض کنیم. مثلا الان توی این عکس من لباسمو که تو واقعیت آبی بوده رنگش عوض کردم و کردم گل بدی. خب بریم ببینیم چجوری. خب عکسمون رو توی محیط فتوشاپ بازش میکنیم و اولین کاری که همیشه واسه ادیت هر عکسی میکنیم اینه که دنبال پنجره لیرز میگردیم. اگر برای شما مثل من اینجوری باز نشده خود به خود، میایین توی تب ویندو اینجا این بالا و لیرز رو کلیک میکنید و این گوشه براتون باز میشه. کلا فتوشاپ کار با لایه هاست و اینجوری نیستش که شما مثلا هر تغییری که میخواید انجام بدید همه روی لایه مثلا اعمال بکنید، چون اینطوری اون عکس اصلیتون رو از دست میدید، همه تغییرها رو هم جمع میشه روی اون یه لایه. بعد اگر پشیمون بشید از یه تغییری که کردین دیگه راه برگشتی نیست، بعد همه کار رو از اول بکنید. ولی وقتی لایه لایه کار بکنید دیگه خیلی تو زمان صرفه‌جویی میشه و راحت میشه به مرحله قبلی برگشت. خب اولین کاری که میکنم اینه که این لایه اورجینال خودم که به اسم بک‌گراند رو یه کپی ازش بگیرم. کلیک راست میکنم و این دوپلیکیت لایر رو میزنم. اوکی، میتونم حالا یه اسم دیگه براش بزنم ولی حالا من گذاشتم همین بک‌گراند کپی بمونه. خب الان هر تغییری که من الان ایجاد کنم روی این لایه بالایی ایجاد میشه، به این دست نمیخوره. خب من الان گفتم که میخوام بیام رنگ این پیرهنمو که آبیه رو تغییر بدم. خب توی همین پنجره لیرز یه علامت دایره این پایین هست که در واقع Add New Adjustment Layer‌ه که من اگه کلیک کنم روی این Hue و Saturation رو من روش میزنم تا باز بشه. خب یه پنجره باز میشه به این شکل که خب Hue‌ی که این بالا هست برای تغییر تمایل رنگه. خب من اگه اینو عوض کنم تمایل رنگ رو برای من عوض میکنم. میبینید؟ خب الان پیرهن من که آبی بود میتونم اینجوری راحت گل بهش کنم مثلا. ولی مشکلی که الان اینجا هست اینه که خب فقط پیرهن من رنگش عوض نشد، همه چی رنگش عوض شد. من باید یه جوری به این بفهمونم که فقط آقا پیرهن رو چیز کنم. راه‌های زیادی برای این هستش که بفهمونیم بهش، میشه سلکتش کردینا، ولی اینجا من میخوام یه راه خیلی راحت‌تر بهتون یاد بدم که از قدرت تشخیص رنگ خود فتوشاپ استفاده میکنیم. خب من اینو برمیگردونم روی صفر که مثلا برگرده به حالت اورجینالش. خب الان این لایه روی مستره، خب این گزینه روی مستره، من میام بهش میگم میذارمش روی بلوز، بهش میگم وقتی که میذاری رو بلوز، الان اینجا رو نگاه کنین، این اینجا طیف رنگی هیچی روش نیست، ولی وقتی میذاری رو بلوز میاد بلو رو انتخاب میکنه. و چی رو الان بلو در نظر گرفته؟ از رنج آبی سبز، آبی فیروزه‌ای تا این حالت بنفش آبی رو اومده بلو در نظر گرفته. و الان من هر تغییر دیگه روی این بدم میاد روی این رنج رنگی فقط تغییر ایجاد میکنم که دقیقاً چیزیه که من میخوام. من میخوام فقط روی بلوام، چون الان فقط آبی الان بلوز منه. خب من میخوام فقط این بلوز من که آبیه اون رنگش عوض بشه. پس وقتی که رنج رو براش تعیین کردم میام اینو که تکون میدم فقط روی اون رنج اعمال میشه اون تغییرها. خب الان من دقیقا میخوام مثلا این رنگ گلبهی بکنمش و به همین راحتی، خیلی ساده بود. و ساتوریشن هم میاد شدت رنگ رو عوض میکنه، این و مثلا کم رنگ ترش میکنه، در واقع اشباع رنگ دیگه، اشباع رنگ رو کم میکنه، این و اشباعش رو زیاد میکنه که خب این و خیلی غیر طبیعه. اما صفر به نظر من خوب بود. لایتنس هم که خب تیرگی و روشنی اون رنگ رو عوض میکنه که باز به نظرم صفر خوب بود. ولی میتونیم مثلا یه خورده این ورتر ببریم، بیشتر به سمت قرمز بره، یه خوردم حالا مثلا سچویشن شد در حد خیلی کمی زیاد بکنیم بد نمیشه. الان این عددا به نظرم خوبه. الان به همین راحتی رنگ پیرهن آبی شد کل بهی. خب حالا همه این کارا رو من روی یه عکس دیگه هم میخوام انجام بدم که یه نکته دیگه هم بهتون بگم توش. خب مثلا من الان توی این عکس میخوام رنگ این کیف پول رو از قرمز تبدیلش کنم به مثلا بنفش. خب چی کار میکنم؟ همون کارهای قبلی رو یه بار دیگه انجام میدیم. گفتم که اول دنبال پنجره لایه ها میگردیم،
لایه بک‌گراندمون رو حتما ازش یه کپی می‌گیریم. یا می‌تونیم کلیک راست کنیم دوپلیکیت رو بزنیم، یا اینکه می‌تونیم درگ کنیم بیاریمش پایین، روی این به علاوه می‌زنیم و خود به خود کپی میشه و همه کار جدیدمون رو روی این لایه جدید می‌کنیم. خب کارا که گفتم چی بود؟ این که میایم توی همین لایه‌ها این علامت دایره‌ای که نصفش پر شده نیو ادجاستمنت لایر رو می‌زنیم، هیو ساتوریشن، و خب اینو تغییر بدیم رنگ عوض میشه. ولی گفتم که این میاد کل تصویر رو عوض میکنه، من میگم فقط قرمزا عوض میشه. پس میام اینجا به این میگم آقا بیا ردا رو فقط عوض کن، رد، و اینو وقتی که میبرم این ور شروع میکنه تغییر دادن ردا. خب مثلا میخوام بنفشش کنم. خب الان دقت کردین چی شد؟ خب این اومد ردا رو عوض کرد، ولی یه سری چیزای میزم عوض شد. نگاه کنین میز الان چیز سبزتره، این ور میاد خود قرمزتر میشه. میبینی؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه این ردی که این تشخیص میده این بازه رنگه، یعنی از بنفش تا این و نارنجی و حتی مثلا نارنجی مایل به زرد و این داره رد تشخیص میده. خب من چون اینجور رنگا رو دارم توی این تصویر، من نمیخوام اینا تغییر کنم، من میخوام فقط رد رد باشه. پس میام این بازه رو کوچیکترش میکنم، اینو میارم این و اینم میارم این و، یعنی فقط این قسمتی که رده رو به عنوان رد تشخیص بده و فقط تغییر رو اون اعمال بکنه. الان ببینیم فقط داره روی ردا اعمال میکنه، و اگه من خاموشش کنم اینجا ببینید فقط این تغییر کرد، یک کوچولو اینجاها داره تغییر میکنه. و حالا مشکل اصلی هم که الان وجود داره اینه که من فقط میخوام کیف پول این رنگی باشه نه این گله، و چیکار کنم؟ باید بیام این تغییر رو از جاهای جز کیف پول پاک کنم. چجوری پاک کنم؟ خب این الان این تغییر رنگی که ما ایجاد کردیم همه توی این لایه داره اتفاق میفته. وقتی ببین خاموشش میکنم رفته. پس من میتونم بیام قسمتایی از این لایه رو پاک کنم، قسمتایی که اینجا هست. چجوری؟ با استفاده از این ماسکی که اینجا ایجاد شده. و ماسک چی کار میکنه؟ ماسک در واقع این قابلیت رو بهت میده که بتونی قسمتایی از اون تغییر رو توی یه جایی از عکس پاک کنی، یه جایی نگه داری. خب ماسک با رنگ سیاه و سفید کار میکنه. اینجا من براش هم انتخاب میکنم. خب رنگ سفید یعنی چی؟ یعنی اون لایه اونجاها داره کار میکنه، یعنی فعاله. خب ولی وقتی که از رنگ سیاه استفاده میکنم یعنی اون لایه رو من دارم پاک میکنم اون قسمت ها. الان ببین کلش سفیده، یعنی این تغییر رنگ رو کل تصویر اعماله. من نمیخوام روی این قسمت ها اعمال باشه، پس میام سیاه رو میکشم روی اینا، براش سیاهمو، و حتی روی این چیپس ها. نبینی اینجا هم حتی شروع کرد سیاه کردن، یعنی این قسمت هایی از این لایه رو نمیخوام داشته باشم. و دیدین که این تغییر رنگ رو از این قسمت ها پاک کرد و فقط الان کیف پولمون بنفشه. و وقتی که ببینی خاموشش میکنی میبینی که فقط روی کیف پول تاثیر کرده، و حتی اینجا هم تاثیر کرده که میتونیم اینا رو هم شروع کنیم پاک کردن. الان دستم خطا رفت می روی کیف پول. وقتی که دستم خطا میره ببین اینجوری مثلا یهو اشتباه میشه، میتونم بیام رنگو عوض کنم، یعنی دوباره سفید کنم، یعنی این چیزی که پاک شده از ماسکو دوباره بکشمش و دوباره برگردونمش، و همین راحتی شما میتونید رنگ هر چیزی رو توی فتوشاپ عوض کنید. مرسی که ویدیو رو دیدید. خدافظ.